وزارت دفاع ملی اعلان کرده است که دره تخت در ولسوالی چشت ولایت ایرات و دره کمنج در ولسوالی شهرک ولایت غور در پی اجرای عملیات نیروهای امنیتی از تصرف گروه طالبان خارج شده است. معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید که دره تخت ولسوالی چشت هیرات برای 9 سال و دره کمنج ولسوالی شهرک غور برای 2 سال از کنترل دولت خارج بود. به گفته وی نیروهای دفاعی و امنیتی از 3 هفته به این سو عملیات گسترده زمینی و هوایی را در ولایت‌های عراد، فرا و غور اجرا کردند. وی می گوید که در جریان این عملیات در ولایت غور دره کمنج از تصرف گروه طالبان خارج شده است. وزارت دفاع ملی دره کمنج را از حیاتی ترین نقطه در شارای عراد غور و یکی از مراکز مهم طالبان در این مسیر می داند. معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی همچنان می گوید که در پی این عملیات بیش از 100 فرد وابسته به گروه طالبان در دره کمنج به نیروهای امنیتی تسلیم شدند. که پس از 2 سال دره کمنج از کنترل طالبان آزاد بسازند و فعلا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به گونه کامل در اونجا حاکمیت دارند و در جریان عملیات ها بیش از 100 طالب پس از چند شبانه روز درگیری با نیروهای افغان تسلیم نیروهای افغان شده. معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که دره تخت ولسوالی چشت هرات نیز پس از 9 سال از کنترل طالبان بیرون شده است. وی دره تخت را به لحاظ جغرافیایی برای طالبان پر اهمیت توصیف کرده است. ترتیب دره تخت پس از بیش از 14 سال با کنترل دولت درآمد. در ولسوالی چشت ولایت هرات ساعت و اراضی گسترده پس از سالها از کنترل طالبان آزاد شد و فعلا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اونجا حاکمی. بر اساس معلومات وزارت دفاع ملی در جریان این عملیات مسیر شاراهای نمبر 2 که ولایت های بامیان، غور و عراد را با هم وصل می کند از حضور طالبان تصفیه شده است. همچنان در جریان این عملیات صدها القمای نیز از مسیر شارا کشف و خونسا شده است.